5 داستان باور نکردنی از غسال خانه بهشت زهرا سلام الله علیها. مرده‌ای که بوی گلاب میداد. بهشت زهرا نام بزرگترین گورستان در استان تهران ایران است. فعالیت این گورستان رسما در سال 1349 خورشیدی آغاز شد و نخستین در گذشته به نام محمد تقی خیال در تاریخ 3 مرداد ماه 49 در قطعه 1 ردیف 1 شماره 1 به خاک سپرده شد. گورستان بزرگ پایتخت که 40 سال از عمرش می گذرد روزانه 130 میت را در خود جای می دهد. در این میان قبرکنها، غسالها، مداحها، نیروهای خدماتی و حتی نگهبانان سرباز هم با هر یک فراخور مسئولیت خود با اموات سرکار دارند، ولی غسالها بیشتر از همه سرکارشان با میت هاست و شاید نشستن پای خاطرات آنها خالی از لطف نباشد. یکی از غسالها به نام موسوی می گوید مدتهای زیادی در بخش غسالخانه مسئول تحویل جنازه بودم. اینجا بعضی ها مسئول کشی که شب هستند تا جنازه هایی را که شب در منزل فوت می کنند و جوازشان توسط دکتر صادر شده و شبانه به بهشت زهرا حمل می شود را تحویل بگیرند. یک شب یک خانوم سالمند را آوردند که تحویل گرفتیم. فردا صبح می خواستیم برای شستشو بفرستیم برای خانوم های غسال. گفتند که از گوشه دهان این بنده خدا کرمهای زنده در حرکت بود. از روی کنجکاوی داستان را برای یکی از بستگانش که کمی آرامتر بود و آدم با تجربه و دنیا دیدهی به نظر می رسید تعریف کردم و آن بنده خدا بعد از چند بار استغفار گفت این خانم مرحومه از بستگان ماست و یک مشکل بزرگ داشت که آدم بسیار بددهنی بود و دائم به این و آن حرف رکیک و ناسزا می گفت و هیچ کس از زخم زبان او در امان نبود و حتما دلیلش همین می تواند باشد. بسیار حیرت زده شده بودم. آرام از آن پیرمرد عذرخواهی کردم و به داخل برگشتم. یک بار پیرمرد را آوردند که اصلا به مرده شبیه نبود. چهره روشن و بسیار تمیز و معطری داشت. وقت پتو را کنار زدم بوی گلاب می داد. آنقدر تمیز و معطر بود که من از مسئول غسالخانه تقاضا کردم که خودم شخصا این پیرمرد را بشویم و غسل بدهم. همه کسانی که آنجا بودند بوی گلاب را در موقع شستشو و وقتی که آب بر تن این پیرمرد می ریختم حس می کردند. وقتی که کار غسل و کفن تمام شد بی اختیار در نماز و تشییع این پیرمرد شرکت کردم. بیرون برای تشییع و خاکسپاریش صحرای محشری به پا بود. از بین ناله های فرزندانش شنیدم که گویا این پیرمرد هر روزش را با قرائت زیارت عاشورا شروع می کرد. از بستگانش دقیق تر پرسیدم. گویا این پیرمرد به این موضوع شهره بود. آدمی که هر روز با زیارت عاشورا روزش را شروع می کرد. عبدالحسین رضایی یکی از نیروهای بهشت زهرا می گوید سالها راننده امبولانس بودم. یک روز رفته بودم در سطح شهر که جنازه ای را به بهشت زهرا منتقل کنم. بسیار برای تشییع معطلم کردند و ما را این طرف و آن طرف بردند. چندین بار جنازه را از داخل ماشین بیرون آوردند و تشییع کردند و دوباره گذاشتند در داخل ماشین. نزدیک ظهر بود که رضایت دادند که جنازه را به بهشت زهرا منتقل کنیم. در مسیر اتوبان رانندگی می کردم. حواسم به جلو بود که یک باره شنیدم از کابین عقب با مشت محکم می کوبند به شیشه پشت سرم. خودم نفهمیدم چطور و با ترس و عدم تعادل توقف کردم. وقتی ماشین استاد شد شنیدم یک نفر فریاد می زند که باز کن، باز کن. اول تصمیم گرفتم فرار کنم، ولی بعد از چند ثانیه خودم را جمع جور کردم و دستگیره را برداشتم و با وحشت آرام آرام رفتم به سمت کابین عقب و با فاصله و ترس زیاد در عقب ماشین را باز کردم. دیدم جنازه سر جای خودش آرام و راحت خوابیده است. یک باره جوان لاغرندام که از ترس رنگش پریده بود چالاک بیرون پرید.
به فرار گذاشت و سمت بیابان فقط می دوید. انگار در مسابقه دوش شرکت کرده بود. کمی که رفت ایستاد، برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. با اینکه بسیار دور شده بود، آهسته و با شرمندگی برگشت. خلاصه این که گویا این جوان در یکی از آن دفعه هایی که جنازه را برای تشییع پیاده کرده بودند، بدون اینکه کسی بفهمد، سوار ماشین شده بود و من متوجه نشده بودم. مریم آثاری نسب در بیان خاطراتش میگوید ساعت کاری تمام شد. مثل همیشه آماده رفتن به خانه شدیم و باز مثل روزهای دیگر در راه بازگشت به جسدهایی که در آن روز دیده بودم فکر میکردم. در آن شب بسیار خسته بودم. زود به خواب رفتم و خواب عجیبی دیدم. خانومی را که برای شستشو به غسال خانه آورده بودند زنده بود و دست پایش را با زنجیر بسته بودند و روی سنگ گذاشتند و شروع به شستنش کردند. انگار جای سیلی و ضربه روی صورتش بود. در خواب بسیار منقلب شدم. گریه کردم و برایم بسیار عجیب بود. صبح در حالی که درگیر تعبیر این خواب در ذهنم بودم و بهشت زهرا آمدم و برای کار روزانه آماده شدم. در ابتدا قبل از شروع کار برای همکارانم داستان خوابم را تعریف کردم. حتی اینکه آن خانم چه لباس پوشیده بود و یا روی کدام سنگ او را می شستند. در آن روز تا غروب جنازه ها را شستیم و همه چیز عادی بود. زمان استراحت شد و رفتیم برای آماده شدن و رفتن به خانه. در حال پوشیدن لباس‌هایمان بودیم که عده‌ای از همکارانم را صدا کردند که جنازه را برای شستن آوردند. چند لحظه‌ای از رفتن آنها نگذشته بود که دیدم با تعجب آمدند و به من گفتند که آثاری آثاری بیا، همان کس را که می‌گفتی آوردند. من حیران ماندم. با صدای لرزان گفتم چی می‌گویید؟ چه شده؟ من گفتم. آهسته آهسته با ترس رفتم به داخل غسالخانه. باور کردنی نبود. نه تنها من، بلکه در آن روز 14 یا 15 نفر بودیم. همه این صحنه را دیدند. نمی توانستم روی پاهایم بایستم. یک خانم سیلی خورده. چی می بینم؟ چند لحظه بعد به خودم آمدم. رفتم از اقوامش داستان را بپرسم. یکی از بستگانش گفت چند سال پیش بر اثر فشارهای روحی زیاد این بنده خدا مجنون می شود و در حالت شدید روحی قرار می گیرد. آن را با زنجیر به تخت تیمارستان می بستند. در این اواخر هم حال بدی داشت تا اینکه خودش را از پشت بام تیمارستان به پایین انداخت و فوت کرد. داستان بسیار عجیبی بود. ارتباط این بنده خدا با خواب من. گیج بودم. خودم آن را غسل دادم، شستم و بدنش را با برگ‌های قرآن پوشاندم و به نوع تطهیرش کردم و خدا را قسم دادم به قرآنش که او را ببخشد و بیامرزد. در سال 87 بود. 18 سال داشت و با سرطان دست و پنجه نرم می کرد. دخترم را می گویم. خدای من چه لحظات سنگینی بود. نمی توانستم این غصه بزرگ را تحمل کنم. عزیزترین هدیه خداوند به من و همسرم جلو چشمانمان آب می شد. حتی تصورش غمگین کننده است. تمام راه ها را امتحان کرده بودیم. در نهایت نظر پزشک ها این بود که برای مداوا باید به خارج از کشور اعزام شود. کشور آلمان را انتخاب کردیم و رایزنی های اولیه انجام شد. تقریبا همه همکارانم در سازمان بهشت زهرا، به خصوص آنهایی که با من در یک اتاق و یک ساختمان کار می‌کردند، مشکل من و خانواده‌ام را می‌دانستند. هر کسی به هر نحوی که می‌شد همدردی و همراهی می‌کرد و کوشش داشت به من روحیه و انگیزه بدهد. یک روز بسیار اتفاقی و تصادفی مسئول بخش اجرایی سازمان را دیدم. در آن روز اتفاقاً از روزهای قبل بسیار حالم بدتر بود. او حالت استراب، تشویش و نگرانی من را در من دید. کمی من را آرام کرد و روحیه داد. با او خداحافظی کردم و گفتم من را دعا کنید. رفتم به اتاق کارم و روی صندلی پشت میزم نشستم. تلفن زنگ زد. 2 ساعت از آمدنم به اتاق می‌گذشت و من متوجه نبودم. بی اختیار تلفنم را برداشتم. آقای مسئول بود. گفت بعد از اینکه شما را آشفته حال دیدم بسیار فکر کردم.
یک پیشنهاد دارم. بیا همین الان برو به قطعه 24 سر مزار شهید جهان آرا و از خداوند به واسطه ایشان حاجتت را بخواه. تقاضا کن که واسطه بشود و شفای دخترت را از خداوند بگیرد. من فقط گوش می کردم، باورش سخت بود، ولی تلفن را گذاشتم و بلند شدم. یکی از همکارانم را همراه خود بردم و هر دو با هم رفتیم به قطعه 24 گلزار مقدس شهدا و بر سر مزار شهید محمد جهان آرا. وای که بر من چه گذشت آن لحظات و دقیقه ها. آنچه در دل داشتم خالی کردم و گفتم و گفتم. بی حال و بی اختیار برخاستیم و برگشتیم. نمیدانم چند ساعت بر روی مزار آن شهید صحبت کردم و چه گفتم و چه خواستم. فقط یادم هست که دیگر نمیتوانستم با کسی صحبت کنم و چیزی بگویم. غروب شد و به خانه رفتیم. فقط چند روز گذشته بود که خدا دخترم را شفا داد. خدایا شکرت. کسی که این خاطره را میخواند خودش قضاوت کند. فقط خدایا تو را بسیار شکر.